بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام و صد سلام خدمت شما شاگردان نازنینم. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشین. به درس امروزتان خوش آمدین. امروز ما آمدیم به خانه های شما با یک درس جدید از کتاب کیمیای صنف 12. شاگردان نازنینم، حتما مطمئن هستم که کتاب و کتابچه و قلم همین لحظه پیش رویتان هست و با انرژی منتظر درس جدیدتان هستین. خب نازنینایم، امروز ما قرار هست که روی یک موضوع خیلی خیلی جالب و خیلی دوست داشتنی از کتاب کیمیای صنف 12 کار کنیم. شما عزیزان اگه درس‌های گذشته ما را تعقیب کرده باشین، در جلسات گذشته ما و شما روی در واقع ساختمان هندسی مولکول‌های عضوی کار کرده بودیم که ما چطور میتونیم ساختمان هندسی مولکول‌ها را به طور کلی پیش بینی بکنیم. خب در جلسه گذشته ما روی ساختمان هندسی مولکول‌هایی که دارای دو ساحه الکترونی هستند کار کردیم. خب درس گذشته تان حتما خواندین و در یادتان هست که ساحه الکترونی چی بود. خب ساحه الکترونی را در درس گذشته گفته بودیم که در اطراف اتم مرکزی الکترون هایی که در واقع باعث تشکیل رابطه میشن و همچنین الکترون هایی که به صورت غیر رابطوی در اطراف اتم مرکزی وجود دارن ساحه الکترونی را تشکیل میتن. یعنی ساحه الکترونی در اطراف اتم مرکزی میشه رابطه یگانه باشه، دوگانه باشه، سگانه باشه و حتی جوره الکترون باشه. خب اینا یادتان هست دیگه. همچنین در جلسه گذشته ما راجع به مولکول‌های خطی صحبت کردیم. گفتیم که مولکول‌های خطی دارای چند ساحه الکترونی هست؟ بله، آفرین، دارای دو ساحه الکترونی است. در اطراف وقتی که یک اتم مرکزی با دو اتم دیگه در اطراف خود رابطه برقرار میکنه و اتم مرکزی هیچ الکترون غیر رابطوی نداره، در واقع اینجا میشه مولکول مولکول خطی، یعنی شکل مولکول خطی هست و مولکول ما دارای دو ساحه الکترونی هست. خب در جلسه گذشته ما چرا کار کرده بودیم؟ کربن دای اکساید که دارای دو ساحه الکترونی بود و این یک مدلی از کربن دای اکساید هست که در جلسه گذشته من بر شما نشان دادم. کربن در وسط است و دو الکترون، دو معذرت می‌خوایم، دو اتم اکسیژن در دو طرفش است. ببینید ساخت دو ساحه الکترونی در اطراف کربن هست. یک ساحه را ای اکسیژن با الکترون‌هایش ایجاد می‌کنه و یک ساحه را ای اکسیژن ایجاد می‌کنه و دو جوره در واقع یک جوره الکترون این طرف کربن و یک جوره الکترونی طرف کربن، خلاصه دو ساحه الکترونی است. وقتی که دو ساحه الکترونی باشه در نتیجه میگیریم که مولکول شکلش چی است؟ خطی. ببینید این شکل چی داره؟ خطی. زاویه چند درجه میشه؟ 180 درجه. خیلی خوب، این درس گذشته تون بود. مطمئن هستم که درس گذشته رو با کامل مطالعه کردین، کارخانگی تان هم انجام دادین. میریم سراغ درس امروز ما. درس امروز ما شاگردای نازنینم در رابطه با چی هست؟ بله، در رابطه با ساختمان هندسی 3 و 4 ساحه الکترونی، یعنی ساختمان هندسی مولکول هایی که دارای 3 و 4 ساحه الکترونی هست و امروز میخواییم ما و شما چی کنیم؟ یاد بگیریم. و هدف درس امروز ما این هست که شما بتانین انشاءالله در پایان درس در واقع ساختمان هندسی یا شکل مولکول هایی را که دارای 3 ساحه و 4 ساحه الکترونی هستند را هم پیش بینی بکنین و هم خودتان تحلیل رو ترسیم بکنین. خب با این امید آغاز میکنیم درس امروز خود. ابتدا میریم سراغ مولکول هایی که دارای 3 ساحه الکترونی باشند. خب پس ما میخوایم ببینیم که مولکول هایی که دارای 3 ساحه الکترونی هستند کدام ساختمان هندسی را دارند. خب پس فرمول ساختمانی چی؟ مولکول های مولکول با 3 ساحه الکترونی. خب خوب دقت کنید شاگرد عزیزم، وقتی که یک اتم مرکزی خب در اطراف خودش با 3 اتم دیگه رابطه برقرار میکنه و اتم مرکزی هیچ الکترونی غیر رابطوی هم نداره، میتونه کدام ساختمان هندسی را داشته باشه؟ نمونهش برای شما کار میکنم. خب مولکول هایی که 3 ساحه الکترونی دارن میتونن که دو شکل ساختمانی را داشته باشن که در کتابتان فقط شکل مثلثی مسطح را گفته و شکل دیگر را در مثال برای شما گفته که من اون مثال را برای شما کار میکنم. خب
مثلا سلفر تری اکساید، سلفر تری اکساید، اینجا رسم نوشتم میکنم، سلفر تری اکساید. خب چند سلفر داریم؟ یک سلفر و سه اکسیژن. اتم مرکزی ما کدام اتم هست؟ همیشه یادتان باشه اتمی که تعدادش کم هست در یک مولکول، کمترین تعداد را داره و بزرگترین چارچه داره به نام اتم مرکزی یاد میکنیم که اینجا چی هست؟ سلفر هست. خب سلفر را اگه ما بخوایم رسم بکنم به این قسم، ساختمان مشرع سلفر تری اکساید، خب یک اکسیژن این طرفش، یک اکسیژن این طرفش و یک اکسیژن هم بالا. خب الکترون های سلفر را در اطرافش، من یک مقداری را پایین‌تر رسم می‌کنم، الکترون های سلفر را در بالا ما چیکار می‌کنیم؟ نوشتم می‌کنم سلفر در کدام گروه قرار داره؟ در گروه ششم اصلی. پس در قشر آخر خودش شش الکترون داره. خب شش الکترون ما برش میتوم. خب یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. اکسیژن ها هم هر کدام چند الکترون داره؟ شش الکترون داره. خب یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. خب ببینید، حالا ببینید که سلفر، در اطراف سلفر چی وجود داره؟ سه اتم دیگه هست. بنابراین ما میتونیم بگوییم که در اطراف سلفر سه ساحه الکترونی وجود داره. خب حالا این گونه وقتی که باشه ساختمان هندسی از این مولکول چگونه هست؟ خب سلفر شاگرده نازنینم در قشر ششم قرار، معذرت میخوام، در گروه ششم قرار داره. در قشر آخر خودش چند الکترون داره؟ شش الکترون داره. چند الکترون کم بود داره که اوکتت شود؟ دو الکترون کم بود داره. پس در واقع میتونه که دو رابطه اشتراکی را برقرار بسازه یا دو الکترون خودش را با دو الکترون اتم دیگه مشترک بگذاره. خب ما میایم اینو در اینجا تطبیق میکنیم. خب سلفر با این اکسیژن میاد چیکار میکنه؟ یک رابطه دوگانه را برقرار میکنه. خب حالا سلفر اوکتت شد. خب ببینیم که اکسیژن ها هم باید اوکتت شه و هر اکسیژن 6 الکترون داره در اطراف خودش، درست شد؟ و دو الکترون هم هر اکسیژن ضرورت داره. اکسیژن هم در گروه سلفر هست. خب چگونه ما، خب سلفر خب اوکتت شد، وقتی که اوکتت شد پس نیاز دیگه به الکترون اضافی نداره، پس میایم بسیار با دست و دلبازی یک جوره الکترون خود چیکار میکنه؟ مشترک میمونه به طور یک طرفه و اینجا هم دقیقاً همین کار رو انجام میده. خب ببینید ایش در این حالت اکسیژن ها هم اوکتت میشه. مثلا از این اکسیژن حساب میکنیم، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، این جوره الکترونی را که سلفر یک طرفه داده، یه مربوط از این اکسیژن میشه، هشتایی شد. این اکسیژن هم همچنان هشتایی شد. این اکسیژن هم هشتایی شد. پس تمام اتم ها ساختمانشان چی شد؟ در واقع اوکتت شد. خب ببینید اگر شما شکلش شما ملاحظه بفرمایید کدام شکل داره؟ من اینجا برای شما ببینید یک امیت یک چیره من رسم بکنم. شکل چیست شاگرده نازنینم؟ مثلثی مسطح. ببین شکل مثلثی مسطح شد. پس اگر که در اطراف اتم مرکزی سه ساحه الکترونی باشه یا به عبارتی اتم مرکزی با سه اتم رابطه برقرار نماید بدون اینکه خودش جوره الکترون آزادی داشته باشه، در واقع شکل مولکول چی میشه؟ مثلثی مسطح. مثلثی مسطح. خب یا ترایگونال پلنت. خب دیگه ما چه شکل برای مولکول هایی که سه ساحه الکترونی دارن داریم؟ این حالت اولش است. حالت دومش زمانی هست که اتم مرکزی با دو اتم رابطه برقرار بکنه و خودش هم یک جوره الکترون آزاد داشته باشه. مثل چی؟ سلفر تری اکساید. سلفر معذرت میخوایم دای اکساید. ببینید یک اکسیژن از این کده کمتر داره. خب سلفر رو باز رسم میکنم، شش الکترون در اطرافش، اکسیژن، یک اکسیژن هم اینجا. خب از اکسیژن ها رو هم همینطور الکترون هایش را رسم میکنم. خب ببین شاگردای نازنین، سلفر شش الکترون داره در اطراف خودش و چی داره؟ یک جوره الکترون، در واقع چی داره اینجا؟ یک جوره الکترون کمبود داره، یک جوره الکترون باید بگیره که اوکتت شوه. خب پس چه کار میکنم؟ یک رابطه دوگانه را با این اکسیژن برقرار میکنم. خب من این رابطه را نشان میتونم. خب از سلفر پره شد، بعد چی کار میکنه؟ برای از این اکسیژن به طور یک طرفه الکترون میته. خب
پس یه اکسیژن الکترون های خود حفظ میکنه. حالا ببینیم سلفر چی شد؟ اکتت شد 1 2 3 4 5 6 7 8 سلفر اکتت شد. ای اکسیژن هم اکتت شد. ای اکسیژن هم اکتت شد. پس این شد ساختمان سلفر دای اکساید. نکته رو دقت بکنید که رابطه جفته دائما در حال چی هست؟ در حال حرکت هست. ممکنی رابطه جفته گاهی در اینجا تشکیل شوه و ای یگانه شوه، گاهی هم در اینجا تشکیل شوه و ای یگانه شوه. خیلی خوب شاگردای نازنین، ببینید شکل مولکول چه رقم هست؟ شکل مولکول حالت وی شپ هست. چی؟ وی شپ یا وی کت شده هست. خب پس در صورتی که اتم مرکزی با دو اتم رابطه برقرار بکنه و یک جوره الکترون آزاد هم داشته باشه، یعنی در اطراف اتم مرکزی در واقع سه ساحه الکترونی هست. یادتان باشه جوره الکترون آزاد هم در اطراف اتم مرکزی میشه خودش یک ساحه الکترونی. ببینید اینجا سه ساحه الکترونی داره. خب یک ساحه الکترونی، دو ساحه الکترونی و سه ساحه الکترونی. خب در این صورت ساختمان چی میشه؟ وی شپ میشه. پس وقتی که مولکول ما دارای سه ساحه الکترونی باشد، دو حالت داره. یک حالت زمانی که در اطراف اتم مرکزی سه اتم دیگه وجود داشته باشه و اتم مرکزی هیچ الکترونی در واقع غیر رابطوی نداشته باشه، در این صورت ساختمان مولکول مثلثی مسطح میشه. حالت دومش زمانی هست که در اطراف اتم مرکزی یک جوره الکترون آزاد باشه که خودش میشه یک ساحه الکترونی و با دو اتم دیگه هم رابطه برقرار نماید، که در این صورت حالت وی شپ میشه. از مرکبات عضوی که مولکول دارای سه ساحه الکترونی باشه، ما میتونیم که چی رو مثال بزنیم؟ C2H6 مثال بزنیم. معذرت میخواییم، بله، C2H4 مثال میزنیم. چی هست؟ اتیلین هست. ای قسم رسمش میکنیم. اگر هر اتم کربن ما جداگانه، این بخش ببینید جداگانه شما در نظر بگیرید، کربن میشه اتم مرکزی. کربن در اطراف خودش چند ساحه الکترونی داره؟ یک ساحه، دو ساحه، سه ساحه. یک رابطه جفته خودش یک ساحه به حساب می آید. خب همچنان این کربن شما دقت بکنید، ببینید یک ساحه، دو ساحه، سه ساحه شد، درست شد. و شکل چی؟ شکل هم چی شد؟ مثلثی مسطح شد. هر کدام از اینا مثلثی مسطح است. خب و مثلثی مسطح زاویه هم چی شد شاگردای نازنینم؟ 120 درجه هست. اینجا زاویه چند درجه است؟ اینجا هم زاویه 120 درجه هست. اما دقت کنید، اگر که اتم مرکزی ما دارای جوره الکترون های غیر رابطوی باشه، قوه دافعه که بین جوره الکترون های غیر رابطوی و رابطوی وجود داره، ببینید، بزرگتر از قوه دافعه هست که بین الکترون های رابطوی وجود داره. بنابراین اینها از دو طرف دافعه بیشتر وارد می کنن، زاویه را از 120 درجه خرد می سازند. پس از اینجا در اینجا زاویه دیگه 120 درجه نیست، کوچکتر از 120 درجه هست که 100 چند درجه هست؟ 119.5 درجه هست. چون یک جوره الکترون آزاد وجود داره، یک مقدار زاویه را خردتر از 120 درجه ساخته. خب اینجا ما میخواییم برای شما آن چیز را که در اینجا درس دادم حال تصویرش را نشان بتم. شاگرد عزیزم، این هست سلفر ترای اکساید. ببینید مثلثی مسطح، سلفر و اکسیژن ها هم در اطرافش. ببینید شکل مولکول را، مثلثی مسطح. دیگه من چی رو برای شما نشان داده بودم؟ سلفر دای اکساید. سلفر دای اکساید گفتیم که وی شپ هست، اما وی کت شده هست. ببینید شما اینجا چی هست؟ سلفر و اینجا چی هست؟ اکسیژن هست. سلفر و اکسیژن. دیگه چی رو نشان داده بودم؟ اتیلین. اتیلین دو اکسیژن داره، معذرت بخواییم دو کربن داره، سی دو، دو کربن، و به هر کربن هم دو هیدروژن وصل شده. ببینید شما ساختمان چه شکل هست. اگر ما هر کربن رو جداگانه، من دست من اینو میگیرم، این طرف شما ببینید چی هست، ساختمان شکل مثلثی داره، مثلثی مسطح، زاویه هم، زاویه رابطوی هم 120 درجه هست. خب تشکر. شاگردای نازنینم، تشکر از توجهتان به درس امروز. امیدوار هستم که درس امروز برای شما جالب بوده باشه. خب برای جلسه بعدی من برای شما یک کار خانگی دارم که او کار خانگی من ای هست که شما فرمول
ساختمانیه. چی رو برای ما رسم میکنین؟ فرمول ساختمانی SICL2. فرمول ساختمانیش برای ما رسم میکنین. ببینیم که شما چقدر درس امروزتان را یاد گرفتید. خب عزیزایم، انشالله که سلامت و صحتمند شما را جلسه آینده ببینم. خدا نگهدارتان.